تکیه دوباره رهبران جمهوری اسلامی به دیوار سس مسکو، این بار در حوزه امنیت اطلاعات با دولت کشوری که تاریخی طولانی در زمینه جاسوسی دارد. بر اساس اسناد منتشر شده، دولت جمهوری اسلامی متن موافقتنامه همکاری بین روسیه و ایران را در حوزه امنیت اطلاعات برای تصویب به مجلس فرستاده. طری که از مدت‌ها پیش با چراغ خاموش تهیه و در سفرهای مکرر مقامات مسکو و تهران بازبینی شده و قرار است در سفر آینده پوتین به تهران امضا شود. بر اساس این موافقتنامه قرار است دو کشور در زمینه امنیت زیرساخت‌ها مقابله با گروه‌های تروریستی و حملاتی که اختلافات داخلی را دامن بزند به همدیگر کمک کنند. دامنه گسترده زمینه‌های مورد همکاری سوالاتی را درباره اهداف این موافقتنامه ایجاد می‌کند. متنی که اولین بار در سفر جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران به مسکو در زمستان سال 99 مورد بحث قرار گرفت و خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از لاوروف خبر از این توافق داد و خبرگزاری دولتی ایران به توافق در زمینه امنیت اطلاعات در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد. مدت‌ها قبل از آن که سفیر ایران از تمدید قرارداد بلند مدت ایران و روسیه خبر دهد، سند نیازمند این بود که روزآمد بشود، لذا هم مورد تأکید رهبران دو کشور بود که ما هرچه سریعتر سند روزآمدی داشته باشیم. اندکی پس از ترور محسن فخریزاده، چهره برجسته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، و به دنبال ترور ابو محمد المصری، مرد شماره دو القاعده در تهران، و پیشتر از آن با کشته شدن قاسم سلیمانی، دستگاه‌های امنیتی ایران آسیب پذیرتر از هر زمانی نشان می‌دادند. علاقه علی خامنه‌ای در حوزه مسائل نظامی و اطلاعاتی به شرق نهایتاً جمهوری اسلامی را واداشت تا سراغ روسیه برود. افسر سابق کاگبه، سرویس اطلاعاتی شوروی سابق که حالا در مقام رئیس جمهور به امپراتوری جدید روسیه تبدیل شده، دولتی که اتفاقاً با سابقه بحث‌انگیز قرار است رسماً وارد بازار اطلاعات و امنیت ایران شود. در یکی از بندهای توافق آمده که دو کشور اطلاعات همدیگر را نباید بدون اطلاع به کشور ثالث بدهند. 11 سال پیش، زمانی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای به رهبری سعید جلیلی در دولت احمدی نژاد ایران را زیر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برده بود، روسیه تحت فشار آمریکا و اسرائیل سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران تحویل نمی‌داد. 6 سال پیش، پس از رفع تحریم‌ها، بالاخره روسیه این سامانه را به ایران تحویل داد. اما در سندی که ویکی‌لیکس منتشر کرده، مؤسسه اطلاعاتی استرافور در ایمیلی به نقل از یک منبع مکزیکی فاش کرد که روسیه در توافقی با اسرائیل از پشت به تهران خنجر زده. در یک معامله اسرائیل کدهای جنگ افزارهای هوایی که به گرجستان فروخته بود را به روسیه داد و در مقابل روسیه کدهای سامانی موشکی تور اموان را در اختیار اسرائیل قرار داد. سالها بعد در سوریه اسرائیل به راحتی پایگاه‌های ایران را هدف قرار می‌داد، به رغم اینکه نیروی قدس سپاه پاسداران از سامانه‌های S-300 و S-400 استفاده می‌کرد که با کدهای نشت کرده به راحتی قابل نفوذ بود. قاسم سلیمانی بر اساس همین رفتارها، آنطور که حسین مرعشی می‌گفت، روسیه را متحدی بی‌معرفت و بی‌پرنسیپ می‌دانست. همین حالا سایت هسته‌ای فوردو با سامانه S-300 محافظت می‌شود. 3 سال پیش خبر حمله یک گروه هکری ایرانی به نام اویل ریگ به 35 کشور از جمله بریتانیا منتشر شد. هدف اطلاعات محرمانه و اسناد دولتی کشورها بود. پاییز همان سال مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا فاش کرد که این عملیات در واقع کار گروه هکری ترولیای روسیه بوده که اول گروه هکری ایران را هک کرده و بعد با اسم این گروه به مراکز اطلاعاتی اروپایی حمله کرده. آژانس‌های اطلاعاتی گفتند تورلا هم اطلاعاتی را که ایرانی‌ها می‌دزدیدند به دست می‌آورد و هم عملیات‌های خودش را با استفاده از دسترسی ایران انجام می‌داد و امیدوار بود رد پایش پنهان بماند. سال گذشته در موضوع اتهاماتی که به کاترین شکتم، شهروند فرانسوی یهودی مطرح شد، باز هم نام روسیه به میان آمد. شکتم کتاب بیت رهبر جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود، تحلیلگر شبکه راشا تودی بود و از طرف این شبکه به ایران سفر و با ابراهیم رئیسی مصاحبه کرد. ردپای شکتم در ارتباط با چند نهاد اطلاعاتی نظامی کانادایی و اسرائیلی هم دیده شد. پس از ترورهای پی در پی ماهای اخیر در ایران، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران سفر کرد. یک روز پس از آن، حسین طائب، قدرتمندترین چهره اطلاعاتی ایران، از ریاست اطلاعات سپاه عزل شد.
برخی تحلیلگران تغییر گسترده مقام‌های ارشد اطلاعاتی سپاه را به روسیه نسبت دادند. در بخشی از توافقنامه، امنیت اینترنت داخل ایران هم مورد توجه قرار گرفته. روسیه در زمینه سانسور اینترنت پیشتاز است. کشوری که موتور جستجوی داخلی یارکس را راه اندازی کرده مثل الگوی چین. این تصویر تفاوت نتایج جستجوی نام شهر خارکیف در دو موتور جستجوی گوگل و یارکس را نشان می‌دهد. خارکیف خرد شده زیر حملات اوکراین در نتایج یارکس همچنان در آرامش است. در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی بارها خواهان محدود کردن اینترنت شده. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودن که این کارا رو می‌کردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شد. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است. این توافقنامه نشان می‌دهد که شاید ایران روسیه را جایگزین چین کرده که تصور می‌شد قرار است به جمهوری اسلامی بیاموزد چگونه اینترنت را محدودتر کند. شکست‌های پی در پی اطلاعاتی تهران از اسرائیل و گسترش اعتراض‌های مردمی در ایران احتمالاً باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر به دیوار کرملین پناه ببرد. با این امید که تیرگی روابط اسرائیل و روسیه پس از جنگ اوکراین احتمال فروش اطلاعات را به حداقل می‌رساند. اگرچه به نظر نمی‌رسد دوری اسرائیل و روسیه استراتژیک باشد و به طول بیانجامد. با کنار رفتن ابرهای موسمی از روابط تل‌آویو مسکو، بازار اطلاعات جمهوری اسلامی شاید ابزاری کارآمد برای تحکیم روابط اسرائیل با متحد بی‌معرفت و بی‌پرنسیپ ایران شود. مجتبی پور محسن، لندن.